سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی در نیم ساعت پیش رو با شما همراه هستم با مروری بر مهمترین رخدادهای هفته گذشته و نیز گزارشی از برگزاری تریبون آزاد با محوریت حقوق بشر که هفته گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در لندن برگزار شد. با ما همراه باشید. سعید مرتضوی نام علیرضا محجوب را در فهرست نمایندگانی که از سازمان تأمین اجتماعی هدیه گرفتند آورد. علیرضا محجوب در واکنش به مرتضوی مدارک ارائه شده از سوی او را کاغذ سوخته نامید. دعوای هیئت تحقیق و تفحص مجلس با سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی ایران بر سر گزارشی که این هیئت از بذل و بخشش‌های سازمان تأمین اجتماعی و در رسان سعید مرتضوی کرده بالا گرفته است. پس از آنکه هیئت تحقیق و تفحص گزارش داد که 37 نماینده مجلس ایران در مجموع مبلغ 133,500,000 تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی دریافت کردند، مرتضوی اعلام کرد که عده این نمایندگان خیلی بیشتر و 285 نفر بوده است. در واکنش به این گفته ی آقای مرتضوی، مجلس شدیداً به وی حمله کرد. به دنبال گزارش هیئت تحقیق و تفحص، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از سعید مرتضوی خواست که اسامی و مشخصات نمایندگانی را که از این سازمان دریافتی داشتند ارائه کند. سعید مرتضوی نیز در نامه اسامی و مشخصات گروهی از نمایندگان را داد که اولا عده آنها بیش از 37 نفر است و از این گذشته آنها در 3 نوبت از تامین اجتماعی هدیه و بن دریافت کردند. به گفته سعید مرتضوی، عده این نمایندگان در 3 مورد یاد شده 143 نفر، 75 نفر و 67 نفر بوده که نام برخی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص هم در میانشان است. مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در این حال گفته که پرداخت این مبالغ هیچ اشکال قانونی نداشته است. در واکنش به نامه سعید مرتضوی، علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس به خبرگزاری ها گفته است که تمامی مطالبی که سعید مرتضوی به هیئت تحقیق و تفحص نسبت داده کذب است و مطالب انتسابی به او نیز از این قماش هستند. علیرضا محجوب مدارک ارائه شده توسط سعید مرتضوی را به مانند مصرف کاغذ سوخته دانسته و آنها را مستحق پیگیری قانونی دانسته است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز این نامه را غیر مستند و راهی برای تشویش اذهان عمومی دانسته است. در همین حال خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس هم با انتشار یادداشت‌های جداگانه به شدت به سعید مرتضوی حمله کرد. این سایت نوشته سعید مرتضوی بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در سال 1382 متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا بوده است. خانه ملت همچنین افزوده که سال 1387 نیز سعید مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه متهم شده که به عنوان دادستان وقت تهران در فروش سوالات کنکور نقش داشته است. این سایت همچنین بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده دادستان وقت تهران متهم ردیف اول این پرونده بوده است. خانه ملت با توجه به تکرار حضور مرتضوی در پرونده‌های تخلف و اینکه این روزها وی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد، خواستار ورود جدی قوه قضاییه در پرونده تخلف وی شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس از تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان تامین اجتماعی روز 13 آذر در صحن علنی مجلس خوانده شد. این گزارش نشان دهنده فساد گسترده مالی در سازمان تامین اجتماعی و در میان وزیران و مدیران دولت پیشین است. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه مشترکی نشست خود را ثمربخش توصیف کرده و اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات اول بهمن ماه در تهران برگزار می شود. روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات ایران و آژانس در شهر وین مقر این سازمان برگزار شد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس با معاون امور پارلمان های آژانس این گفتگوها را پیش بردند. رئیس
اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اتاق بازرگانی از همه تجار برای سفر به چین و شناسایی بازار هدف دعوت می‌کند گفته است ایران دارایی بلوکه شده‌ای در چین ندارد. اظهارات آقای عسکرالدی در حالی است که چندی قبل محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران گفته بود 22 میلیارد یورو پول ایران در چین باقی مانده است و ایران به دلیل تحریم‌های غرب نمی‌تواند این دارایی‌ها را به صورت ریال یا دلار وارد کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید ایران دارایی بلوکه شده در چین ندارد و این میزان دارایی موجود بر اساس توافق قبلی دولت گذشته با چین مبنی بر تأمین 65% خرید مواد مورد نیاز به ازای صادرات کالاست. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه، اسدالله عسکرالدی از انجام توافقنامه جدید خبر داد و افزود بر اساس این توافقنامه پرداخت این میزان دارایی در فاینانس امکان پذیر بوده و از همه تجار دعوت می شود طرح‌های کلان را ارائه دهند. عسکرالدی افزوده است بر اساس این توافق ضمانت‌نامه بانکی از این محل تهیه می شود. به برحضور تجار در چین هم تاکید کرد و گفت تجار با مدیران کارخانه های چینی قرارداد امضا و از پرداخت وجه نقد به واسطه ها پرهیز کنند. عسکرالدی خاطر نشان کرد چینی ها سهم بسزایی در بازارهای منطقه دارند و با توسعه همکاری های تجاری می توان راه را برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای چینی هموار کرد. آقای عسکرالدی با بیان اینکه تجار می توانند در 3 منطقه اقتصادی هنگ کنگ، تایوان و چین سرمایه گذاری کنند تصریح کرده است جذب سرمایه از هنگ کنگ ارزان تر است. اظهارات آقای عسکرالدی در حالی است که چندی قبل محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی گفته بود 22 میلیارد یورو از پول کشور در چین مانده است. آقای نوبخت افزوده بود ما باید 7.5% سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند. بنابراین اجازه دهید 6% سهم صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یابد. با تنگتر شدن حلقه تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی، امکان دریافت درآمدهای صادراتی ایران از طریق بانک‌ها با موانع سختی روبرو شد و به این خاطر ایران در موارد مختلف ناچار شده است به جای پول، انواع کالاهای بعضاً غیر ضروری را به کشور وارد کند. در این خصوص همزمان با اعلام نظر نوبخت مبنی بر اینکه دارایی‌های ایران در چین بلوکه شده، روزنامه ایران گزارش داد که چین به عنوان بزرگترین شریک آسیایی ایران اعلام کرد طلب‌های چند میلیاردی ایران را نه از طریق پرداخت وجه نقد بلکه به شکل تجهیزات سرمایه‌گذاری پرداخت خواهد کرد. این روزنامه نوشته بود که جمهوری اسلامی در راستای اجبار به وارد کردن کالا به جای دریافت پول صادرات خود از چین اقلامی چون شلاق، تازیانه، چکش و پتک، کراوات و پاپیون، مرجان، کاسه لاک‌پشت و سبد وارد می کند. هفته گذشته محمد جواد ظریف در نشست خبری با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به تهران سفر کرده بود گفت جمهوری اسلامی کماکان بر اجرای توافقات گذشته درباره خرید سامانه موشکی S-300 از روسیه اصرار دارد. تقدیر از نقش روسیه در توافقنامه ژنو، ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای در ایران، نقش روسیه در جلوگیری از حمله نظامی به سوریه و گسترش روابط دو کشور از دیگر موضوعاتی بود که ظریف و لاوروف در نشست خبری خود به آنها پرداختند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک نشست مشترک خبری با سرگئی لاوروف و در پاسخ به سؤالی درباره دریافت سامانه آنیتی 2500 به جای S-300 گفت با توجه به روابط خوب دو کشور و افق‌های بسیار جدی و همکاری در حوزه‌های مختلف امیدواریم دو طرف بتوانند به نحو قابل قبول این مسئله را حل کنند. وی افزود البته در سفر ماه گذشته آقای راگوزین به تهران ایشان با مقامات دفاعی ایران دیدارهایی داشتند که این رایزنی ها ادامه داشته و کماکان ادامه خواهد داشت. قرارداد تحویل سیستم های موشکی پروند هوایی S-300 روسیه به ایران در اواخر سال 2007 میلادی امضا شد و قرار بود روسیه 5 سامانه را به ارزش حدود 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما دولت مسکو 7 اکتبر 2010 بعد از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در ژوئن این سال اعلام کرد که این قرارداد را به صورت یک طرفه لغو کرده است. ایران در واکنش به لغو
به این قرارداد علیه روس آباران اکسپورت به دادگاه بین‌المللی داوری ژنو در سوئیس شکایت کرده و خواستار دریافت غرامت 4 میلیارد دلاری شده است. روسیه اما گفت که اگر ایران از شکایت 4 میلیاردی خود علیه این کشور صرف نظر کند، حاضر است پیرامون تحویل یک سامانه ضد هوایی مشابه S-300 با ایران مذاکره کند. محمد جواد ظریف در ادامه این نشست خبری همکاری درباره دریای خزر، همکاری‌های اقتصادی و رایزنی در خصوص موضوعات مهم منطقه‌ای در حوزه هسته‌ای و موارد مهم بین‌المللی را از جمله مسائل مطرح شده بین خود و لاوروف عنوان کرد. وزیر امور خارجه در این باره افزود: ما برای ادامه مشورت‌های سیاسی خود قرار شد سازوکار و برنامه زمانبندی تعیین کنیم تا بسیار گسترده‌تر از گذشته بین مقامات دو طرف این رایزنی‌ها ادامه داشته باشد و دیدگاه‌های مختلف خود را مورد پیگیری قرار دهیم. ظریف با بیان اینکه رؤسای کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران و روسیه تعیین شدند، تصریح کرد رؤسای کمیسیون‌های مشترک به زودی جلسه مشترکی را برای همکاری‌ها و بررسی افق‌های درازمدت برگزار می‌کنند. ظریف تصریح کرد در مذاکرات امروز مسائل مربوط به اجرای برنامه اقدام مشترک ژنو و ضرورت پیگیری اجرای آن مورد بحث قرار گرفت. به این خاطر نشان کرد همکاری نزدیک دو کشور برای شکل دادن به توافق نهایی بسیار مهم است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در این دیدار گفت هدف دولتش رسیدن به روابطی استراتژیک و بسیار نزدیک با روسیه است و ایران مانند روسیه خواستار توافق جامع بلند مدت میان دو کشور برای همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی است. آقای روحانی همچنین تأکید کرد که از نظر ایران مفهوم توافقنامه ژنو به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی در ایران است و تفسیر دیگری از آن به روند اعتمادسازی لطمه می‌زند. بنابراین گزارش، سرگئی لاوروف هم گفته است که در مورد تفسیر توافق ژنو روسیه با ایران اختلاف نظر ندارد. روسیه یکی از متحدان اصلی جمهوری اسلامی در رویارویی هسته‌ای تهران با غرب بوده است. این کشور به همراه چین در ازای حمایت‌های خود از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سال‌هاست امتیازهای هنگفتی از تهران دریافت می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند گشایش احتمالی در اختلاف میان ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز عادی شدن مناسبات میان این دو کشور به سود منافع و مصالح روسیه نیست. درگیری‌های پراکنده میان نیروهای دولتی و معترضان در پایتخت کیف در حالی به طور موقت پایان یافته که رئیس جمهوری اوکراین از همه خواسته است به بحران سیاسی کشور کمک کنند. دولت تضمین کرده که دیگر علیه تظاهر کنندگان خشونت به کار نخواهد برد. معترضان نیز اعلام پیروزی کردند. تظاهر کنندگان در اوکراین خواستار نزدیکی بیشتر دولت این کشور با غرب و فاصله گرفتن از روسیه هستند. همزمان با روز جهانی حقوق بشر، 103 جلسه عمومی تریبون آزاد دوشنبه هفته گذشته با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر در لندن برگزار شد که در آن نماینده عفو بین‌الملل در بریتانیا و بنیانگذار کنفدراسیون دانشجویی به ایراد سخنرانی پرداختند که دعوت می‌کنم به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید. شدیم که بزرگداشت 65 سال اعلامیه جهانی حقوق بشر رو جشن بگیریم و در ضمن دفاع کنیم از حقوق بشر ملت ایران و هموطنانمون در ایران. در باب حقوق بشر بی نهایت میشه صحبت کرد، اما من امشب در واقع تمرکز میکنم روی مسئله حقوق بشر در رابطه با اهل قلم و نویسندگان. ما دیدیم آقای خاتمی با خوشرویی، با شمایل بسیار خندان و متفاوت از بقیه اعضای رژیم جمهوری اسلامی آمدن و یک چیزی رو ایجاد کردن که همه فکر کردن که آزادی خواهد بود و در همون دوران بود که متاسفانه قتل‌های زنجیره‌ای انجام شد و بیش از هر دوره دیگر از اهل قلم کشته شدند.
یک پر دیگر آزادی را هم کندند، یک پر دیگر آزادی را هم کندند و گلوگاه دو حقگوی دیگر را با خون غسل همت دادند. سر سبز دو زبان سرخ دیگر بردار است. شهر در شومی شامی که گرفته است گریبانش را مانده آرام ولی بیدار است و تنش از تپش خشم فرو خورده خود بیمار است. قامت عشق پس چادر شب گشته نهان، تن آزادی مسلوب رهایی به قفس، در نهانخانه هر حنجره فریادی بی پایان و گلویی که نگوید آری الفتی دارد با دشنه سرد و زبانی که نماند خاموش الفتی با خنجر. آن که بشکافته شد سینه او گویا پیکره مادر بود و تمامیت ایرانی زن. آن که بشکافته شد سینه او من بودم که نگفتم آری. مرغ بی بال و پرم آزادی، پر پروانه به خون آغشته است. میدونیم که مسئله غنی‌سازی مشکل دنیا یا غرب با ایران بود و بالاخره با پیگیری این کار تونستن یک معاهده‌ای در ژنو امضا کنن. حقوق بشر هم مشکل ما ملت ایران هست. ما هم باید پیگیر باشیم تا و راه حلی پیدا کنیم تا به حقوق بشرمون برسیم. به هر حال امیدوارم که بتونیم همه زیر یک کلمه با هم متحد باشیم و اون حقوق بشر، گذشته از افکار سیاسیمون. دهم دسامبر 1948 نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب میشه و در اون برابری حقوق زن و مرد تاکید میشه بهش. در این ماده میاد، در اولین ماده اون میاد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. فقط نهادهای دولتی در ایران مسئول نیستن، مردم هم گاهی کم لطفی میکنن. نهادهایی که جامعه ما رو، حقوق ما رو آزرده میکنه و باعث میشه که دولت هامونو مجبور نکنیم که لایحه تبعیض جنسی رو امضا بکنن، مجبورشون نکنیم که اون کاری که باید بکنن رو بکنن، سنت های ما هم هست. به طور کلی میشه گفت که خشونت علیه زنان توسط دو عامل دولتی و غیر دولتی تقسیم میشه. به عبارتی بهتر، سیاست، سنت و مذهب سه رأس مثلثیه که در واقع این ظلم رو به زن وارد میکنه. باور نمیکنین که این به این معناست که زن ایرانی باید از مردانی که توحش دارند محافظت بشه؟ آیا تصور نمیکنین که این بیشتر از این که توهین به زن باشه، توهین به مردم هست؟ آیا تصور نمی‌کنید که از یک جایی به بعد بی‌حرمتی به زن، بی‌حرمتی به مرد همچنان که همیشه بوده و این یکی از بارزترین موارد اونه؟ حقوق بشر حقوق زنه، حقوق زن حقوق بشره. این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه. شما نمیتونیم بگید چون من مردم اتفاقی که داره برای یک زن میفته برای من مهم نیست. بی احترامی و بی‌حرمتی به اون روی دیگرش به شماها برمیگرده. پس بنابراین تا زمانی که مرد ایرانی باور نکنه که این ظلمی که به زن ایرانی میره داره ظلمیه که به اون میشه و نه به جنس مخالفش، که من کلا مخالف این کلامم، ما جنس مخالف هم نداریم، ما جنس مکمل هم داریم. زن و مرد جنس مکمل هم حداقل باید باشه. وقتی میخوام از کارنامه جمهوری اسلامی در مورد حقوق بشر صحبت بکنم همیشه یک مشکل دارم. اون مشکل اینه که از کجا شروع کنم، کجای این به قول معروف خرابه رو میشه دست زد که بگیم اینجاش خرابه. و شما از
انواع مواردی که بشه حقوق بشر رو نقض کرد فکر بکنید، من فکر نمی کنم موردی نباشه که جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته باشه. اونطور که عرض کردم اگر نگاه بکنیم کافی است که شما یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو بردارید که مفصل هم شده اینجا هست و متن بیانیه اعلامیه جمهوری حقوق بشر رو که اینجا هم بوده با هم مقایسه کنید، میبینید که ماده ماده ما نقدش رو میبینیم. ولی به هر حال اگر بشه یک بررسی کلی از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران کرد فکر میکنم مفید خواهد. خانم شفیعی اشاره کردن به قوانین مربوط به حقوق زنان و خیلی هم مثلا من به طور اجمال اینا رو ردیف کردن، ولی دو مورد بود که من خواستم تذکر بدم و توجه کنید که حتی در این موارد هم چقدر مسئله فرق میکنه. یکی این که شهادت دو زن همیشه برابر شهادت یک مرد نیست. این یک تصور، یک اشتباه عامه که تصور میشه که قوانین جمهوری اسلامی ایران همیشه شهادت دو زن رو برابر شهادت یک مرد دونسته. در مواردی هست که این شهادت کمتر از، یعنی دو تا شهادت دو زن کمتر از شهادت یک مرده. وقتی شما دو تبعیض با هم روی هم میذارید، تبعیض جنسی و تبعیض عقیدتی رو با هم روی هم قرار میدید، یک هرمی از جامعه ایران تشکیل میشه که در رأس هرم مرد روحانی شیعه است. چون اون مردی که اولا مرده، دومی که روحانی است، سومی که شیعه است، این از بالاترین امتیازات و حقوق در این جامعه برخورداره. میشه گفتش که این مرد روحانی شیعه هر حقی رو داره، حتی حق آدم کشی. در ایران، جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد وسیع‌ترین و شدیدترین تبعیضات جنسیتی و عربتی هستیم که با هم ترکیب میشه این هرم خاص رو ایجاد میکنه. وقت شما به طیف وسیع نابرابری هایی که در بین جامعه وجود داره، در هزانت، در طلاق، در ازدواج، در در شهادت، در قضاوت، در شغل، در مقام شاید نگاه کنید اینقدر اینا گسترده هست که اون مورد خاصی که شما گفتین یه جز این 29 حساب میشه که مثلا میشه. برحال خواستم اشاره کنم که این نوعی از نقض حقوق بشر، یعنی نهادی نکردن تبعیض و نهادی نکردن نقض حقوق بشر در قوانین، چیزیست که در قوانین جمهوری اسلامی ایران شاید بیش از هر کشور دیگه به چشم میخوره. شما توجه بکنید که شما در قوانین جمهوری اسلامی ایران از قانون اساسی گرفته تا بعد، یکی تبعیض جنسیتی که اشاره کردن و من به مورد شده توضیح دادم مطرح هست، یکی تبعیض عقیدتی، یعنی جامعه رو اینا تقسیم میکنن به افراد داره عقاید مختلف و بعد یک سلسله مراتب حقوق برای تعریف میکنن. برای مثال میدونیم که قانون اساسی اولا مسلمان ها را از غیر مسلمان ها جدا کرده، گفته که مثلا برای افراد پیرو مذاهب کلیمی، نمیدونم مسیحی و زرتشتی، اونا حقوق خاصی دارن که جداگونه از حقوق مرد هست. یعنی یک مرد مسیحی نمیتونه در انتخابات مثلا مجلس به عنوان نماینده مسلمان ها وارد میدان عمل بشه و از مسلمان ها رأی جمع کنه، اون حتی باید از افراد ارمنی رأی جمع کنه. بعد مذاهبی هست که در قانون نام برده نشده، مثل بهایی و نمونه‌های دیگه که به طور مطلق اصلا مذهب شمرده نمیشن و حقوقشون کاملا فرق میکنه، یعنی اصلا حقوقی ندارن که فرق. نقض حقوق ایران اینقدر گسترده و فراوانه که بخوام وارد جزئیاتش بشیم هم خسته کننده است و هم ملال‌آوره. ولی همون که اشاره کردم خواستم نشون بدم که در سه دسته مختلف اگه ما به این نقض ها نگاه بکنیم، می‌بینیم که در هر سه مورد کارنامه جمهوری اسلامی ایران بسیار سیاهه. در مواردی همونطور که اشاره کردم کم نظیره و در موارد دیگری کاملا بی‌نظیر، و این به نظر من چیزیست که بایستی مورد توجه همه کسانی قرار بگیره که برای احقاق و حقوق برابر در ایران مبارزه می‌کنن و به خصوص برای کسانی که فکر میکنن که
میتونن با اصلاحات رونمایی در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران این اوضاع رو تغییر داد نو بیندیشن. این تغییرات جز با تغییر قانون اساسی طرف این تبعیضات به لحاظ نهادینه متاسفانه به جایی نمیرسه. بنابراین تنها اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی ایران نمیتونه به موارد نقض حقوق ایران خاتمه بده و این موارد رو از بین ببره. من واقعا پیش از اینکه شروع بکنم میخواستم بگم که تمام این مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که از اون موقعی که حالا به دستمون رسیده و خونده بودیم و دیده بودیم و دقت میکردیم، هر کدوم رو که نگاه میکردم میدیدم که این ساده ترینش در ایران به بدترین شکل نقض شده. یعنی ما هیچی در ایران واقعا نداریم که بخوایم بهش ببالیم و بگیم حداقل این دست کمی برامون مونده و این رو داریم. از جزئی ترینش من برای شما فقط یه نمونه بگم. ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه که احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. ببینید چقدر این ساده است. این ابتدایی ترین حقوق یک انسان هست که واقعا نقض کردن این به نظر میاد که فقط در یک جایگاهی که میتونه توحش در اون ادام، یعنی واقعا اوج گرفته باشه، این حقوق بشه نقض بشه. یا مثلا در مورد خود کاری که ما میکنیم، من شخصا به خاطر اینکه رشته من با ادبیات و شعر و ادبیات سر کار دارم و در این زمینه فعالیت میکنم، مطمئنم که اگر در ایران بودم هرگز نمیتونستم اون چه که در اینجا آفریدم بیافرینم و دچار یک حالت خودسانسوری و سرخوردگی میشدم به خاطر اینکه نمیتونستم حرفامون بزنم، یا اینکه در زندان بودم، یا اینکه به هر حال چیزایی میگفتم که حرفای دل من نبود. در اینجور مواقع، در اینجور سرزمین ها که مثل سرزمین ما، وقتی که تمام این راه ها بسته میشه، در نتیجه اون هنرمند یا هر کسی که صدایی ازش بلند میشه بدون اینکه کار هنری انجام داده باشه، فقط به خاطر اینکه حرف دل مردم رو که نتونستن بزنن در یک قالب موزون اومده اینها رو ابراز کرده، بهبه و چهشه رو هم میندازن براش به خاطر اینکه شجاعت نشون داده. اما برای من که شاعرم و نه حقوقدان و سیاستمدار، بحث حقوق بشر از جهت ربط آن به انسانیت مطرح است، زیرا حساسیت به مسائل انسانی و انسانیت یکی از وجوه ذاتی شعر و آفرینش شاعران است و شاعران با حساسیت فراوانشان به دردهای انسانی در طول تاریخ پیشاهنگ تذکر رنجهای بشری در جهان و برانگیختن حساسیت انسانهای دیگر نسبت به آن بودند. از این رو من با شرکت در این مجلس و خواندن شعرهای از خود که بازگوی حساسیت من به رنجهای انسانی است، با اجازه شما میخوام سهم کوچکی در پشتیبانی از اجرای اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشم. شادم که همه سوی جهان را دیدم، از گلبن هر باغ گلی را چیدم. آنگه که سخن ز انتخاب آمد پیش، ایران به شکل گربه را بوسیدم. بحث حقوق بشر بحثی که الان در واقع مبنای حرکت نیروهای سیاسی در شرایط فعلی هست. این اون چیزی هست که ما میتونیم سرش به توافق برسیم با نیروهای، با کلیه نیروهای سیاسی و اپوزیسیون، و در واقع مسیر مشخصی داشته باشیم برای رسیدن به یک هدف، و اون هدف این هست. پیش از اون که به این فکر کنیم که آرمانهای سیاسی خودمون رو مطرح بکنیم، پیش از اون که به دنبال آرمانهای سیاسی خودمون باشیم، احزاب سیاسی به دنبال آرمانهای سیاسیشون باشن، باید به این نتیجه برسن که ضرورت داره در جامعه ایران
مردم در ابتدا به حقوق بنیادین خودشون بازگردند، حقوق بنیادینشون بهشون برگرده تا این زمینه مساعد بشه برای حضور نیروهای سیاسی و اینکه هر کسی آرمان خودش رو داشته باشه، هر کسی عقاید خودش رو داشته باشه و بتونه آزادانه مطرح بکنه عقاید خودش رو، بتونه تو این زمینه تلاش بکنه، بتونه تو این زمینه دفتری بزنه و این احزاب سیاسی رو در واقع فعال بکنه که مردم هم بشنوند که آرا و عقاید اینها چی هست، ببینن که میتونن بهشون گرایش داشته باشن یا نه، به هر حال حق انتخاب داشته باشن. اما ما در ایران فعلی، یعنی در نظام جمهوری اسلامی فعلی، یک همچین شرایطی رو نداریم. ما توی وضعیتی هستیم که قانون اساسی نظام، یعنی مرکز ثقل در واقع حقوقی نظام جمهوری اسلامی، ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشره. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلی هست به نام اصل چهارم که همه اختیارات رو به فقهای حکومتی کشور انتقال میده. اما یه چیز جالبی که تو این رابطه وجود داره اینه که این ماده مربوط به جمهوری اسلامی نمی، این قانون مربوط به جمهوری اسلامی نمیشه. این قانون در واقع مربوط به انقلاب مشروطه ایران میشه، این مربوط به دوران مشروطه ایران میشه. این دعوا رو ما از اونجا داریم، دعوایی که در واقع کسانی که صاحب تفکر سنتی بودن در مقابل روشنفکرای مدرنیته نشستند و تأکید کردند که همه چیز باید بر اساس، هر چی که نوشتید درست، اما همه چیز باید بر اساس شرع اسلام باشه. بعدها به اون هر چی که نوشتید درست هم در واقع چیز کردند، روی اونها هم تأکید کردند. مثلا یکی از مهمترین مواردش این بود که شما حق ندارید مردم رو وادار کنید که بچه‌هاشون رو به زور به مدرسه بفرستن، اصلا درس اجباری چیزه، پدر و مادر رو باید تو این رابطه تصمیم بگیرن. این یکی از مواردی بود که مثلا روش تأکید می‌کرد. چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه، این ماده یعنی اختیار تام برای دیدگاه شریعت که تحت انحصار فقهای در واقع حکومتی است یا فقهایی که والا مقام هستند در میان فقهای دیگه، در انحصار این فقها باشه، در دوران مشروطه، در قانون اساسی دوران مشروطه بود، بالاجبار حضور پیدا کرد، یعنی تونستند این مقاومت در واقع روشنفکران مدرنیته اون دوره رو بشکنند، با فشار، با کمک شاه قاجار تونستند این کار رو بکنن، این شرایط رو به وجود بیارن. حق هر ملتی هست که رفراندوم برگزار کنه. جمهوری اسلامی همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم با انتخابات نیمبند و فرمایشی خودش هم مخالفت میکنه، یعنی در واقع اعمال نفوذ میکنه. چطور میتونه یک رفراندوم رو بپذیره؟ ما روی دولت‌های خارجی سرمایه گذاری نمی کنیم، روی دربارهای این و اون سرمایه گذاری نمی کنیم، روی نیروهای سیاسی به این مضمون که پیشرو این جریان باشن سرمایه گذاری نمی کنیم. ما فقط و فقط روی مردم داخل کشور سرمایه گذاری می کنیم، یعنی اون کسایی که وقتی آگاه بشن که چه منافعی میتونن از قبل این قضیه در اختیار داشته باشند، منسجم بشن و وارد خیابونهای سیاسی بشن و با یک حرکت مسالمت‌آمیز درخواست رفراندوم کنن، رفراندوم برای تغییر بنیادی قانون اساسی و جایگزین کردن قانون اساسی که تنها مرجعش مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه. با این گزارش به پایان برنامه می‌رسیم. این برنامه رو می‌توانید در صفحه فیسبوک و وبسایت ایران فردا هم دنبال کنید و به دوستان خود هم دیدن آن را توصیه کنید. از همین طریق می‌توانید با ارائه پیشنهاد و انتقاد ما را در بهتر شدن برنامه یاری دهید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.